شورای نگهبان رژیم آخوندها که امسال از 1636 تن از ثبت نام کنندگان مقام ریاست جمهوری تنها 6 نفر را تایید کرده است، چه معیارهایی برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نمایش انتخابات رژیم دارد؟ آیا مناظره‌های انتخاباتی، ادامه موج اعدام‌ها و وضعیت کارگران از جمله کشته شدن معدنچیان آزادشهر گلستان بحران‌های جدیدی برای رژیم به وجود خواهند آورد و نتیجه این خیمه‌شب‌بازی چه تأثیری در حضور رژیم در سوریه و به خصوص سپاه پاسداران در این کشور خواهد داشت؟ امروز در خدمت آقای مهداد هرسینی، سخنگوی بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه هستم تا به این سوالات بپردازیم. با سلام خدمت شما آقای هرسینی، خیلی ممنونم که باز وقتتون رو برای گفتگوی دیگه با رادیو ایروا باز کردید. خیلی خوش آمدید آقای هرسینی و خسته نباشید از این همه فعالیت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم قفاری گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. اجازه میخوام تا نخست مراتب تسلیت خودم و دوستانم در بنیاد توسعه و دموکراسی رو خدمت خانواده ها و بازماندگان فاجعه معدن آزادشهر اعلام بکنم. به یقین این هم یکی از تبعات شوم سیاست های دیکتاتوری ولی فقیه هستش، چرا که میدونیم تمامی معادن در کشور ما بخشی از تویول سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای هستش و عدم رسیدگی به این معادن و به روز نکردن سیستم‌ها و استانداردهای اون به یقین محصلی جز این چنین فاجعه‌هایی نداره. به هر حال براشون صبر و برای مردم خوب میهنمون آرزوی پیروزی علیه این بساط ظلم و ستم رو دارم. در خدمتتون هست. خواهش میکنم. خیلی ممنون که اشاره کردید آقای هرسینی. واقعا این فاجعه خیلی بزرگی بود، به خصوص که الان در جریان نمایش انتخابات رژیم هم هستیم و تأثیرات بسزایی امیدوارم که داشته باشه روی این نمایش و وضعیت کارگران در ایران. ولی آقای هرسینی، قبل از اینکه من اتفاقا سوال دارم سر این مسئله، ولی قبل از اینکه وارد بحث بشیم می‌خواستم این رو خدمتتون مطرح کنم. همونطور که میدونید در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم امسال 1630 نفر که ثبت نام کرده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. سوالم این است که شورای نگهبان چه معیارهایی داره برای رد یا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری؟ بله، همونجور که میدونین دیکتاتوری ولی فقیه یک ارگانی داره به نام شورای نگهبان که در اصل همون دستگاه فیلترگذاری حکومته. وظیفش قیچی کردن و تایید قوانینه. یعنی خود رژیمی ها اسم اون رو گذاشتن نهاد نظارتی و تشکیل شده از 12 نفر که 6 نفر اون رو ولی فقیه تعیین میکنه و 6 تای دیگر رو قوه قضاییه. لذا برای منطق میبینیم که تماما این شورا از جمله تویول خامنه ای هستش، چرا که گذاشته از اون نیمی رو که خود شخص ولی فقیه انتخاب میکنه، به قول معروف انتصاب میکنه، از جمله رئیس این شورا رو، همین جنتی رو که خاطرتون هست در انتخابات رأی نیاورد و حذف شد و حکم حکومتی خامنه ای اون رو آوردن و کردن رئیس این شورا. نیمه دیگر اون رو ارگان دیگری که اونم مایملک ولی فقیه هستش، یعنی قوه قضاییه، انتخاب میکنه. مثلا محمد سلیمی، بحث این شورا رو دارم عرض میکنم، بله. نمونه هایی که در این شورا هستش واقعا افتضاحه. یعنی کسایی رو که میارن اساسا از حداقل پایه های علمی، پایه های استاندارد های امروز و خلاصه تحصیلات عالیه برخوردار نیستن. این محمد سلیمی رو داشتم نگاه میکردم، نوشته بودش که تحصیلاتش سطح 4 حوزویه. حالا سوابقش: حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور، رئیس شعبه 2 دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل ویژه روحانیت. مثلا فرض بفرمایید یه همچین آدمی که سطح 4 حوزوی داره، این یکی از اعضای این شورا هستش. به هر حال می‌خواستم وضعیت این شورا رو خدمتتون عرض بکنم که تماما آدمای سرکوبگر، آدمای دست نشانده، آدمای مطیع خلاص اوامر خامنه ای هستن. یکی دیگه از وظایف این شورای حکومتی هم همون موضوع نظارت استصوابیه. یعنی این که ببینید هر چی در این مملکت بگذره، هر کی هر رأی بده، هر کی هر نظری بده، ببینید حرف آخر و تصمیم آخر رو این شورا خواهد گرفت. گذشته از این مقدمه، همونطور که شما اشاره کردین، امسال 1636 نفر خودشون رو برای نمایش انتخابات کاندید کردن که طی 5 روز بعد از پایان ثبت نام شورای نگهبان 1630 نفر را حذف کرد و تنها به 6 نفر اجازه ورود به این میدان بازی رو داد. حالا در تقلب و بازی‌های رژیم اگر دقت بکنیم، همین نکته که خدمتتون عرض کردم، ببینید طی 5 روز، یعنی از پایان ثبت نام کاندیداها تا اعلام نتایج میشه 120 ساعت.
یعنی اگه شورای نگهبان هر روز 24 ساعته کار کرده باشه، یعنی با شناختی که ما از آخوندهای تن پرور داریم از محالات این امر، ولی فرض بکنیم که واقعا 24 ساعت در روز کار کرده باشه، روز یک شنبه پایان ثبت نام بوده، پنج شنبه اعلام کردن، یعنی میشه مادهش 7200 دقیقه کاری که با یک حساب سرانگشتی اگه تقسیم بکنیم بر 1636 نفر، یعنی برای هر نفر 4 دقیقه و 40 ثانیه وقت گذاشتن. یعنی با این معلوم میشه که این بازی و نمایش به چه میزان مسخره است و اینکه خلاصه این فعلعی و این جور بررسی کردن از این حجم عظیم متقاضیان طی 5 روز خودش مبین اینه که همون که شما به درستی اشاره کردین، این در اصل نمایشی بیش نیستش. پرونده های کاندیده ها رو به طور فعلی رسیدگی کردن، همه رو از دم تیغ گذروندن، در نهایت یه لیستی رو که از پیش آماده شده بود از بیت رهبری اوکی شده بود، شامل 6 نفر رو دستچین کردن و به بیرون دادن. این رو ما بهش میگیم همون شعبده بازی انتخابات. در هیچ کجای دنیا چون این امری صورت نمیگیره. حتی شما اگه به دور افتاده ترین و خشن ترین دیکتاتوری های معاصر هم سر بزنید، باز سعی میکنن قدری حفظ ظاهر رو بکنن و خلاصه جوری وانمود کنن که به این صورت بی آبرو نشن. به هر حال از این مسئله باید گفتش که نقش شورای نگهبان اساسا در این رژیم تعریف شده و چیزی جز اجرای کردن خط و خطوط بیت خامنه ای، سپاه و شورای امنیت ملی رژیم نیست. ملاک هم همینه، یعنی مقام معظم تصمیم نهایی رو میگیره، به این شورای دست نشونده حکومتی برای اجرا ابلاغ میکنه. اصلا تنها تبعیت تام و تمام از ولی فقیه. میزان سرسپردگی هر فرد به ولی فقیه، هر داوطلب به چه میزان، برای مثال در جنگ بوده، در سرکوب بوده، در ترور بوده، صدور بلوا، غارت و فساد، اینها نکات کلیدی هستن برای اینکه یک کاندیدا رو به جلو بکشن یا یک کاندیدا رو حذف بکنن. شما اگه نیم نگاهی به زندگی نامه های این داوطلبین بکنین، منظورم همین 6 نفری که از فیلتر رد شدن، بله، همین 6 نفری که دستشین کردن، واقعا یه مهر تاییدی خواهید زد به این سخنان من. یعنی ببینید خامنه ای در مهندسی این بار 6 نفر را از تمامی جناح‌های درون رژیم به معرض نمایش گذاشت، یعنی اومده از هر جناحی 2 نفر رو آورده، 3 تاشون نخودی هستن و 3 نفر دیگرشون به قول معروف دعوا بر سر اونا هستش، یعنی یکیشون پاسدار آدم کشی هستش به نام پاسدار قالیباف که الان شهردار تهران هستش، فساد و دزدی‌هاش به قول معروف زبان زده خاص عامه، یه آخوند شیادی داریم به نام آخوند روحانی و یک آخوند قاتل و خونریزی داریم به نام آخوند رئیسی. دعوا سر این 3 تا سال. نمونه پارسال قالیباف نشون به اون نشون که دستاش به خون دانشجویان، قیام دانشجویان در سال 78 آغشته است. آخوند رئیسی همون سردشخی میه که دستانش به خون بیش از 30,000 زندانی سیاسی بیگناه مجاهد و مبارز در سال 67 آغشته است. از عوامل سرکوب قیام مردم در سال 88 هستش. و از معتمدترین و نزدیکترین افراد به خمینی و عضو کمیته مرگ بوده و بعدش هم اومده به آستان بوسی خامنه ای رسیده. این تنها یه بخش کوچکی از کارنامه و زندگی ننگین این هستش. یا برای مثال همین آخوند شیاد روحانی که خودش به صراحت میگه من امنیتی ترین رئیس جمهور نظام هستم. الان شما پرونده حکومت 4 ساله این رو نگاه بکنیم، میبینیم که ما بیش از 3,000 اعدامی رو در جیبش داره و تماما مؤید این واقعیتایی که خدمتتون عرض کردم. درسته آقای هرسنی، میدونید امسال هم باز رژیم ناپریزی کرده و مناظره یا مجادله تلویزیونی راه انداخته که بیشتر به سر کول هم میپرن و جدای از اینکه علیه هم افشاگری میکنن، با فرهنگ آخوندی طرفداری از حقوق بشر رو هم یدک میکشن و دم از آزادی هم میزنن. میخواستم نظر شما رو در رابطه با این مناظره ها بدونم. به نظر من این یک بحثیه که به دنبال اساسا این نمایش انتخابات به خامنه ای تحمیل شده. یعنی ببینید در حکومتی که پایه و اساسش بر اصل ولایت فقیه استوار شده، بود یا نبود جایگاه و ارگانی به نام نهاد ریاست جمهوری به نظر من هیچ تأثیری در کلیت این نظام نداره. چرا که به قول آخوند علم الهدا میگه اگه همه مردم بیان به یک نفر رأی بدن، تا زمانی که ولی فقیه اون رو تایید نکنه و تصویب نکنه، این هیچ جایگاهی در درون رژیم نداره. این یک واقعیت در این رژیم. راه انداختن این بازی یعنی مناظرات تلویزیونی همونجور که عرض کردم اولا تحمیل شده بر خامنه ای، اما اگه هزار اشکال داشته باشه به نظر من یک نفع خوب داره، یعنی اون نفعش برای مردم و نیروهای برانداز رژیمه و اون چیزی نیست جز این که در این دوران مجموعه اولا از اطلاعات و اخبار از درون رژیم به بیرون میاد، اون هم توسط کاندیداها به خاطر جنگ دعواشون.
این خودش بسیار مفیده، یعنی که جامعه، مردم، مقاومت ایران قدری نسبت به مجموع بحران‌های درون کشور، بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر مطلع میشن. تو این بلبشو در رأس نظام کاندیداها میبینید که برای اینکه خودشون رو مطلوبتر جلوه بدن و برای رسیدن به این خانه یغما میان دست طرف مقابل رو رو میکنن، آماری از بیکاری میدن، آمار از حاشیه نشین ها میدن، از کودکان کار میدن، از ابعاد رکود اقتصادی، تعطیلی صنایع و معادن، سیاست خارجی، یعنی همین چیزیه که اتفاقا الان اتفاق افتاده. برای مثال سالها آخون روحانی میگفت نرخ بیکاری به حضرت عباس 12% و فقط ما 2 میلیون بیکار داریم. حالا مقاومت ایران، مجاهدین همواره این سخنان رو به سخره میگرفتن و اون رو تبلیغاتی میگفتن. الان جناح مقابل همین آخوند جنایتکار رئیسی اومده میگه ببین ما 8 میلیون بیکار داریم. نرخ بیکاری تا 40% به ویژه تو جوانها. حاشیه نشینی روحانی گفته بود 11 میلیون داریم، الان آخوند رئیسی میاد میگه ببین ما 16 میلیون داریم. پاسار قالیباف تو سخنان انتخاباتی خودش یه گوشه از این بحران‌های اقتصادی و اجتماعی رو بیرون داده، میگه امروز قریب 10 میلیون نفر مردم ما در فقر مطلق به سر میبرند و حدود 25 میلیون جمعیت ما کم درآمد هستند. 1% جمعیت دنیا رو داریم، 5% منابع دنیا رو داریم. یعنی ببینید موقعی که نگاه میکنید میبینید 10 میلیون فقر مطلق داریم. فقر مطلق به معنای اینه که یعنی نه آب داره، نه برق داره، نه آموزش داره، نه درمان داره، نه کار داره، نه معیشت داره. فقر مطلق یعنی به این معناست. 25 میلیون کم درآمد، یعنی 25 میلیون کم درآمد، حالا اسمش رو گذاشته کم درآمد ولی منظورش فقر نسبیه. یه نمونه دیگه هم برمیگرده به ابعاد فسادهای سازماندهی شده تو این رژیم که الان به واقع به یک صنعت تبدیل شده. همین آخوند جنایتکار رئیسی توی مناظره اول میگه فساد در کشور ما فراجناحی شده. یعنی چی؟ یعنی کلیت نظام رو در بر گرفته. مردم دیگه ظرفیت شنیدن فساد در نظام بانکی و اقتصادی کشور رو ندارن. ما در مقابل با فساد هیچ خط قرمزی نداریم. عده‌ای درآمدهای میلیاردی دارن اما از دادن مالیات فرار میکنن. ببینید اینا وضعیتیه که اینا مجبورن برای اینکه خودشون رو به قول معروف مطلوب جلوه بدن و جناح مقابل و زیر زرد ببرن و بکوبن، بیان و خلاصه پته همدیگر رو به قول عوام روی آب بریزن. به هر حال ملاحظه میکنید که این به اصطلاح مناظرات چه منافعی داره و چه منافعی حداقل برای اینکه ما بتونیم یک چراغی یا چراغسویی رو به تاریک خانه دزدی، فساد، راندخاری و یا در تمامی چنین زمینه‌های بیاندازیم. من به خاطر ضیق وقت از فاکت‌های بیشتر خودداری میکنم، اما توجه شنوندگان شما رو به مشروع اخبار و اطلاعات بسیار دقیقی رو که از سوی سایت‌های مقاومت ایران، رسانه‌های مقاومت، تلویزیون سیمای آزادی پخش میشه جلب میکنم و ازشون میخوام که با دقت به این آمار و ارقام، چون واقعا روی اینا کار میشه و تمام این جملات با دقت ارزیابی میشه و خلاصه منتشر میشه، به این نکات توجه بکنن. اما نکته دیگه هم که به موازات این هستش و بازم من اینو جزء محسنات این قضایا میدونم، همون باز شدن فضا برای تنفس مردمه. یعنی ما در پروسه این مناظرات میبینیم که مردم چگونه میان از این شکاف استفاده میکنن، بالا که بلبشو باشه پایین میروزن تو خیابونها. این یه واقعیت در حاکمیت دیکتاتوری خامنه ای، میان تو خیابان ها جرأت بیان اعتراضات بر پایه تجمعات رو پیدا میکنن. این منطق این دوره است و رژیم مجبوره که حداقل برای مدت کوتاهی دست به عقب نشینی بزنه. همین کاری که الان ما داریم در جامعه میبینیم میکنه، اثر ناچاریه، چون که سمه مردم پرزوره، حاکمیت به شدت حراس داره از هر گونه درگیر شدن با گسلهای اجتماعی مثل دانشجویان، مثل کارگران، مثل معلمان، بازنشستگان و بسیاری گسلهای دیگه که یواش یواش به حرکت در میان و صدای اعتراضشون نسبت به این وضعیت و بحرانها بلند میشه. باز شدن فضا یعنی رفتن صدای مقاومت به داخل کشور، نیروی برانداز، صدای مجاهدین، صدای مقاومت ایران به داخل جامعه. ما بازتاب اون رو اتفاقا توی همین پروسه داریم میبینیم. همین جنبش دادخواهی بر سر قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی که خانم رجوی پایه‌گذارش هستن، الان داریم میبینیم که نه تنها در گسلهای اجتماعی این رو بازتاب میدن، بلکه حتی تو خود متولیان رژیم ناچار شدن بیان و موضع‌گیری بکنن راجبش، آخوند رئیسی رو زیر سوال ببرن. نمونه های اخیر ما داشتیم در دانشگاه یزد، تبریز، دانشگاه شریف، که چطوری دانشجویان آزاده مثلا پاسدار عباسی رو به افتضاح کشیدن، یا موضوع دست داشتن جنایت های آخوند رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی. به هر حال رژیم چه بخواد و چه نخواد به این نمایش انتخابات و این معقوله اساساً چفت شده به نمایش انتخابات و نمیتونه اینو جدا بکنه.
یعنی این دو تا فاکتوری که خدمتون عرض کردم، باز شدن فضا در یک مقطع برای یک مقطع و همچنین بیرون آمدن یک سری از اطلاعات از درون رژیم، که این بچه مثبتشه به نظر من. بچه منفیش خب همین که شما هم اشاره کردین و در از رژیم تلاش میکنه تا با این بازار گرمی بکنه و به قول معروف سناریوی انتخابات و مهندسی انتخاباتش رو به پیش ببره. درسته آقای ارسنی، بسیاری انتخابات ریاست جمهوری 96 رژیم رو عامل بحران برای این حکومت میدونن، ولی سوالم این است که آیا ادامه موج اعدام ها یا همین افشاگری که در طول مناظرات تلویزیونی خودشون انجام میدن یا عدم رسیدگی به وضعیت کارگران به طور مشخص، همطور که شما اشاره کردید در ابتدای این گفتگو کشته شدن کارگران معدن آزاد شهر گلستان هست که روز چهارشنبه 13 اردیبهشت در جریان همین نمایش انتخابات این فاجعه اتفاق افتاد، آیا این عوامل بحران ها رو تشدید نخواهند کرد؟ بله، سوال خوبی مطرح کردین. انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه اساسا ما از اون با نام نمایش نام میبریم، چرا که با تعاریف امروزی از هر نوع انتخاب دموکراتیک و آزاد در تضاد ماهوی هستش، حتی مینیمم استانداردهای اولیه هم نداره. اما اینکه عامل بحران برای رژیم هست، باید بگم که اساسا نظام ولایت فقیه از روز اول و از روزی که حق حاکمیت مردم رو غصب کرد، یک تضاد و به قول عوام یک قلوس جدی رو داره با خودش حمل میکنه و اونم پست ریاست جمهوریه. یعنی تضاد بین رهبری مطلقه ولی فقیه و مقام اجرایی حکومت، یعنی رئیس جمهور. شما اگه به تمامی ادوار گذشته نگاه کنید، از روز نخست که ولی فقیه این بحث ریاست جمهوری رو راه انداخت در دوران خمینی، همواره با رؤسای جمهورش در سر جنگ بوده. از اولین دورش که اولین رئیس جمهور رژیم در تبعید به سر میبره تا جنگ و شقه شکاف بین خود خمینی و خامنه‌ای در اون دوران و میرحسین موسوی، اون موقعی خاطرتون باشه نخست وزیر بودش، بعد اومد در دوران بعد از مرگ خمینی جنگ قدرت بین رفسنجانی و ولی فقیه، یعنی آخوند خامنه‌ای در نهایت مجبور شد که رفسنجانی رو به انزوا بکشونه و بخش بزرگی از قدرت رو ازش بگیره، تا اومدیم رسیدیم به دوران خاتمی و الان میبینیم که خامنه ای حتی رئیس جمهور خودش رو مملول صوت و مملول تصویر کرده، تا اختلافی که بین احمدی نژاد و خامنه ای به وجود اومده و در اصل میدونید که احمدی نژاد سوگلی خامنه ای بود، تا اینجایی که حتی این دور شورای نگهبان اون رو تایید صلاحیت نکرد، و یا این آخری که به واقع جنگی که الان بین روحانی و خامنه ای هستش بر سر مسائل کلیدی و سیاست های راهبردی مثل اقتصاد، مثل تروریسم بین المللی، مثل صدور بنیادگرایی و یا منطقه، به واقع یک جنگ جدی هستش، به خاطر اینکه این تناقضیه که در به نظر من در قانون اساسی رژیم ساری و جاری هستش. این رژیم اساسا به جمهور مردم، به رأی مردم، به پستی به نام ریاست جمهوری اصلا تعلق فکری نداره، اون رو مخل کار خودش میدونه. یعنی اگه تا به امروز این بازی رو به پیش برده، به خاطر وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار توی خود رژیم بوده و همچنین وجود باندهای درگیر توی این رژیم، مجبور شده تن بده به این بازی، به قول معروف به این ادا اطوارا. تای دل حاکمیت ولی فقیه همون موضوع ولایته، یعنی یه آخوندی بیاد با یک قلم و با یک شیشه دوات بر منصب تمام امور بنشینه و تصمیم بگیره و اون رو اجرایی بکنه. ولایت فقیه اصلا و ابدا جامعه رو عاقل و بالغ نمیدونه. در چنین تفکری که باید ولی فقیه داشته باشیم، بایستی اون بیاد حاکم انان گسیخته بشه، همین بلبشو و همین وضعیتی که الان داریم. این تناقضیه که به نظر من واقعی هستش در درون رژیم، و تا زمانی که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی رژیم وجود داره، این تناقض ادامه پیدا خواهد کرد. چشم‌انداز خود خامنه ای اینه که اینو اصلا حذف بکنه، این انتخابات رو جمع بکنه. اگه خاطرتون باشه در آذر ماه سال 93 در کرمانشاه علائم این رو هم داد که خلاصه یک روزی ما بیاییم و برسیم به ریاست جمهوری پارلمانی، یعنی مجلس رو تعیین بکنم، بعد مجلس بیاد یه نفر رو پیدا بکنه بکنه رئیس جمهور. این تای ذهن خامنه ای، چون اینجور بازی ها، رو انداختن انتخابات، نمیدونم رأی و رأی کشی، مناظرات، اینا همه برای رژیم تنش داره. تنشش چیه؟ همون که عرض کردم، بالا شکاف ایجاد میشه، پایین مردم میریزن تو خیابونا، اینا خط سرهای رژیمه. به هر حال شما همچنین از وضعیت کارگران و نقض حقوق بشر صحبت کردیم، به نظر من بله، تمام اینها ماحصل، تمام اینها معلول و بازتاب منطقی همین سیاست ها هستن و این بحران ها به نظر من تا زمانی که ولی فقیه وجود داشته باشه
تشدید خواهد شد و مردم در چشمان این حاکم عنان‌گسیخته، حاکمی به نام خامنه‌ای که مردم را علیل میدونه، صغیر میدونه و حق و حقوق براشون اساسا قائل نیست، به نظر من هیچ چشمانداز و روشنی برای یک زندگی بهتر، برای رسیدن به آزادی، دموکراسی، حق رأی، حاکمیت مردم، جمهوریت مردم نخواهند داشت. برای منطقه که خامنه‌ای باید با شلاق، با اعدام، با به بند کشیدن و خفقان جامعه رو به پیش ببره، اموراتش رو به پیش ببره، قانون رو خودش بنویسه، خودش هم تصویب کنه و برای اجرا به ارگان‌های سرکوبگرش بده. آقای ارسلی، معمولا پیش بینی از نتیجه انتخابات کار سختی است، ولی فکر می‌کنم در رابطه با انتخابات رژیم آنچه که مشخص و مسلم هست اینه که در سرنوشت مردم و در وضعیت روزانه مردم هیچ تأثیری نداره، ولی نتیجه این انتخابات یا این نمایش به هر حال هر چی که باشه، فکر می‌کنین چه نفعی داره برای خامنه ای و چه تأثیری داره روی موضع رژیم توی سوریه و به خصوص نقش سپاه پاسداران که عامل تخریب توی این کشور است؟ به نظر من خامنه‌ای برای این دور از مهندسی انتخاباتش یک سقف گذاشته و یک کف، یعنی ماکسیموم اینه که میخواد آخوند قصابی به نام رئیسی رو از صندوق رأی بیرون بیاره و مینیموم اینه که تن بده به آخوند روحانی. پس در کلیتش میبینیم که در سیاست‌های کلی نظام هر کدوم از اینا بیان، چون هر دو اینا مهرهای خامنه‌ای هستن، فرقی نخواهد کرد. آنچه که به سوریه برمیگرده، آنچه که به سپاه پاسداران برمیگرده، آنچه که به منطقه خاورمیانه برمیگرده، رابطه رژیم با بین الملل برمیگرده، به نظر من آمدن رئیسی یک مضراتی داره، نیامدنش یک منفعتی برای خامنه ای داره. بالعکس همینجور روحانی هم به همین صورت. یعنی این دور از نمایشات به نظر من در دیکتاتوری خامنه ای از اهمیت ویژه‌ای برخورداره نسبت به ادوار گذشته. اون چیزی که به انتخابات برمیگرده، مردم کوچه و بازار به اون انتصابات حکومتی میگن، در حالی که ولی فقیه توی یک شرایطی اومده این انتخابات رو بخواد برگزار کنه که به نظر من در تمامی زمینه ها زیر زرد و در یک بنبست کامل به سر میبره. واقعیت اینه که رژیم در داخل از سوی مردم، از سوی مجاهدین، از سوی مقاومت ایران و به ویژه اخشار به جان اومده با خیزش های خودشون علیه ظلم و ستم آخوندی، علیه ناعدالتی، فشارهای اقتصادی، بیکاری، فلاکت، بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مثل سوریه، مثل عراق، مثل یمن دست و پنجه داره نرم می‌کنه. و چشم‌انداز لیست‌گذاری سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده الان هستش. برای منطقه که شرایط این دور از نمایش انتخابات برای خامنه‌ای بسیار بحرانی‌تر از اون چیزیه که به نظر من در مخیله حتی بالاترین فرد و اتاق فکر نظام میتونه تصورش رو بکنه. اینا اگه بخوام در یک جمله بگم، توی اردیبهشت ماه آخر این ماه به یقین یک بلبشویی در درون رژیم به وجود خواهد اومد. یه نیم نگاهی اگه ما به این داده‌های رژیم بکنیم، به ویژه به سفارایی نفراتی که خامنه‌ای چیده، به خوبی میبینیم که کلیت نظام به ویژه ولی فقیه این بحران‌ها رو چگونه به بیرون ساطع کرده. یعنی ببینید، خامنه‌ای به نظر من الان باید بین سیاست انقباض و انبساط یکی رو انتخاب بکنه. انقباض به معنای همین بیدنده و ترمز افتاد، یعنی مثل نمونه های مثل همین رئیسی، مثل احمدی نژاد، همین باندهای سپاه پاسداران، باندهای سرکوبگر، همینایی که دستشون به خون مردم آغشته است. و انبساط به معنای همین وضعیت فعلی، یعنی یکی به میخ یکی به نعل، یعنی بالاخره بعد از برجام پای سرکشیدن جامعه زهر بعدی مثل منطقه‌ای، مثل بنیادگرایی، مثل تروریسم و یا حقوق بشر برم یا نرم. قفل شده جامعه، اصلا کلیت رژیم قفل شده. رژیم میگه ببین ما چه کار باید بکنیم، اگر روحانی بیاد بایستی به این ادامه بدیم، چون سیاست روحانی برعکس خامنه اینه که میگه آقا بریم تعامل بکنیم با دنیای بیرون، بریم جامعه زهر دیگر هم سر بکشیم و خلاصه خودمون رو از شر این مسائل راحت بکنیم، نظام حفظ میشه. خامنه ای میگه نه، ما اگر این رو بخوریم بعدی رو باید بخوریم و اینا زنجیره ایه. و آخر سر میرسه به بحث حقوق بشر. اون روز من با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم در زمان شاه ما یک مشکل داشتیم، ما به صفت مردم ایران، مشکلی به نام حقوق بشر. هیچ خاکریزی به نام بنیادگرایی نداشتیم، به نام تروریسم نداشتیم، به نام سوریه، به نام عراق، به نام یمن نداشتیم. الان شما میبینید ما برای اینکه برسیم به بحث حقوق بشر باید چند تا خاکریز بسیار استراتژیک و مهم رو کنار بزنیم، از جمله همین نکاتی که خدمتتون هست. به هر حال وضعیت برای رژیم بسیار بحرانیه، خامنه ای گیر افتاده و خود رژیم ها ازش به عنوان باطلاق نام میبرن. خامنه ای میدونه که تو این دوران این تغییر باد جهانی نیاز حکومتش به اینه که یک سوپاپ اطمینان باز بذاره. خب این یک نیازه.
از یک طرف هم وضعیت داخل خود رژیم مثل یه پنیر سوئیسی شده، سوراخ سوراخ شده. یعنی روحانی میگه ببین اگر من نباشم تو تضمینی نداری که 3 میلیون بشکه نفت در روز بفروشی ها. این 3 میلیون بشکه‌ای که داری میبینی، اگه میبینی به ما حمله نکردن، جنگ نشد، این صدقه سری منه ها. خامنه ای هفته قبل اومد جوابش رو گفت اگه جنگ نشد به خاطر اینکه مردم تو صحنه بوده. پیروز آخوند قوه قضایی، رئیس قوه قضایی صادق لاهیجان اومد گفت آقا اگه جنگ نشده به خاطر اینکه ما سپاه پاسداران رو داشتیم. ببینید مثل واقعا اینکه میگم خدمت شما پنیر سوئیسی سوراخ سوراخ شده، این وضعیته. به هر حال این همون برگ و اهرام مهمیه که به نظر من الان باند روحانی به رخ خامنه ای میکشه و میگه ببین خلاصه وجود من یعنی چی؟ یعنی حفظ رژیم. منه که ورداری میرزن سرت. حالا این یک زاویه بوده، یه زاویه بودم که اونجا که خدمتتون عرض کردم. به هر حال خامنه ای الان بر سر یک دوراهی گیر کرده و باید تصمیم نهایی رو بگیره. این که به نظر من صرف نظر از این که این دور از نمایش و انتخابات چه کسی سر کار بیاد، اون چیزی که به ما برمیگرده، به مردم ایران برمیگرده، به قربانیان این رژیم برمیگرده، به زندانیان سیاسی برمیگرده، اینه که حرف ما اینه، نه به آخوند شیاد روحانی، نه به آخوند دشخیم رئیسی و نه به کلیت نظام آخوند. رأی ما سرنگون نیست. این انتخابات رو ما تحریم میکنیم. این یک خواست ملی و وظیفه ملی هستش که به یقین بازتاب مثبتی هم الان ما داریم میبینیم در جامعه داشته و مردم از اون استقبال کرد. این که به نظر من چه کسی رو خامنه ای از توی این صندوق رأی بیرون بکشه فرق نمیکنه، هر دو نفر خودش هستن و به نظر من در نهایت در سیاست های کلی رژیم عرض میکنم تغییر ایجاد نخواهد شد و پاشنه و در بر همین محور خواهد چرخید. خیلی ممنونم از شرکتتون در این بحث آقای هرسینی و وقتی که گذاشتید برای خودتون و همکارانتون در بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه. آرزو موفقیت دارم و امیدواریم به زودی سرنگونی این رژیم آخوندها رو ببینیم. متشکرم از شما خانم غفاری گرامی و از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. برای شما اوقات خوبی آرزو میکنم. از تمام تلاش های شما برای رسوندن صدای مردم ایران، برای رسوندن پیام مبارزه و مقاومت سپاسگزارم به سهم خودم و امیدوارم که برنامه بعدی شما در ایران آزاد باشه و ما هم بتونیم بخشی از شنوندگان شما باشیم و صدای خوب شما رو در ایران بشنویم. لطف کردید میخوان وفادی گرام. خواهش میکنم. با امید اون روز. کار کردم تمام عمرم را، سفرم ما همیشه خالی بود، شرم را قطر قطر باریدم روی آن چهره که زغالی بود. زیر بار گران زندگیم بی صدا بی بهانه بشکستم، سالها بر خلاف سوختنم روی دریای نفت یخ بستم. شب بنابر استخوانم کاخ و منبرهای اینان، دینه های سالیان را موش باید کرد یارم، اینان حراسشان اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید یکی شبیم، باید یکی شبیم. گاهی از سقف خانه می افتم، منفجر می شوم در معدن، گاه در شعله ها می سوزم وسط انقلاب و راهم. مزد ناچیز من به غارت رفت، مثل عمرم که می رود به باد، کارگر نام دیگر درد است در نظام چپاول و بیداد. شد بنابر استخوانم کاخ و منبرهای اینان،
شوی. اینان حراسشان بیگانگی ماست، باید یکی شویم، باید یکی شویم، باید یکی شویم، باید یکی شویم.